خاطرات یک زندانی از بازداشت تا اخراج از زندان قسمت 25. بعد از گفتن این که من نیازی ندیدم که شما مرا به اتاق خانم رامین فر ببرید، دیگر ساکت شدم و شروع کردم به بافتن. من تمام مدتی که در زندان وکیل آباد بودم یا کتاب میگرفتم از کتابخانه میخوندم و یا بافتنی میکردم و در جمعه های دور همه دوستان خیلی شرکت نمی کردم، چون می دیدم وقتی بقیه با هم می نشینن در آخر بحث دعوا پیش میاد، ولی زمانی که حاج خانم صدا می کرد بیا می خوام با تو صحبت کنم باید می رفتی. و اون روز خیلی حاج خانم سر و صدا کرد ولی من هیچ پاسخی ندادم. در آخر که خسته شد و من وارد بازیش نشدم، با صدای بلندی رو کرد به همه افراد بند که همه توجه کنین، من تا حالا هم سپهری را دوست داشتم و هم باهاش دوست بودم، ولی از امروز دیگر با او دوست نیستم و فقط دوستش دارم. من همونطور که داشتم بافتنی می بافتم، نگاهی به حاج خانم کردم و او به من نگاه نمی کرد و بقیه دوستان منتظر عکس العمل من بودن. بدون اینکه چیزی بگویم دستم را به پشت سرم کشیدم و اون روز دیگر با هیچ کس حرفی نزدم. این را بگویم که مدتی که من آنجا بودم همیشه حق با حاج خانم بود و از هر کس که ایرادی می گرفت همه از حاج خانم معذرت خواهی می کردند و تا از رضایت نمی داد قضیه تمام نمی شد. من هیچ وقت خودم اجازه ندادم که به او بی احترامی بکنم، ولی هرگز به گیرهایم که به من میداد عذرخواهی نکردم. روزهای جمعه هواخوری بیشتر باز بود و حاج خانم گربه‌ای داشت داخل هواخوری که دومش کنده شده بود و نمیتوانست جایی برود و هر روز حاج خانم برای گربه غذا میبرد. صبر کردم روز جمعه شد و حاج خانم داخل هواخوری رفت. من هم رفتم. میخواستم وقتی که با او صحبت میکنم افراد دیگر نباشند. گفتم حاج خانم شما گفتید 3 روز پیش که دیگر با من دوست نیستین و مرا دوست دارین. اگر برای شما زحمت دارد میتوانید مرا دوست هم نداشته باشید، ولی من هر کجا که لازم بدانم حرفم را خواهم زد و پاسخگوی هر کس که حق اعتراض داشته باشد هم هستم. و بعد گفتم من اینجا نیامدم که با فلانی و فلانی زندگی کنم و از آب و برق مجانی حضرت امام استفاده کنم. من جمهوری اسلامی را مردود اعلام کردم و رهبری خامنه ای را زیر سوال بردم. مرا اینجا آوردن. من اینجا هم هر چقدر که باشم سکوت نخواهم کرد. من از هر کس که ناراحت می شدم فقط به ضرورت با او حرف می زدم و هیچ رفتاری که او را ناراحت کند انجام نمی دادم و با همه افراد بند مانند زمانی که در خیابان و کوچه و بازار هستیم بودم، بسیار عادی و معمولی. چون حاج خانم قسم خورده بود که گزارش های بند را می داد، نمی دانم به رئیس زندان یا حراست، نمی دانم. با کسی قهر نمی کردم و هر روز حدود 2 و 3 ساعتی با افراد صحبت می کرد حاج خانم و می دیدم که با من از همه بیشتر حرف می زد. از گذشته هم سوال می کرد، راجع به عقایدم می پرسید و چند مرتبه راجع به اعدام از من نظر خواست که من گفتم من با اعدام مخالفم، که پاسخ می داد مگر می شود مسلمان بود و قصاص را قبول نداشت؟ در قرآن مخصوص آیه‌ای راجع به قصاص داریم. خدا به پیامبر و پیامبر به ائمه دستور داده که اعدام باید انجام بشه و تو قبول نداری؟ اینجور که نمی شود. و من می گفتم جانی که خدا داده باید خودش هم بگیرد. می گفت به نظر تو با اینهایی که مستحق اعدام هستند چه باید کرد؟ که من پاسخ می دادم اعدام باید کلن لغو شود و اگر کسی مرتکب جرمی شد بعد از اثبات جرم حبس ابد باید اعمال شود، چرا که ما حق نداریم جانی که خدا داده از افراد بگیریم. و بعد همیشه میگفت زمانی که من اینجا کار میکردم میگفتم خدا کند زمانی که من سر کار هستم کسی را برای اعدام نبرد،
که خوشبختانه در 30 سال خدمتم فقط چند بار این اتفاق افتاد و تا مدتها حالم بد بود و او چند مرتبه ای که شاهد بردن افراد برای اعدام بوده را تعریف می کرد، خیلی حالش منقلب می شد و همراه با گفتن اون لحظه ها گریه هم می کرد، ولی باز می گفت خدا دستور داده و ما موظفیم که انجام بدیم. در آخر این قسمت می خواهم یک خاطره ای را بگویم تا حالتان عوض شود. در بهمن ما بود که قبل از انتخابات دوم اسفند از نگهبانی اعلام کردند چند روز آینده آقای رئیسی قراره به زندان وکیل‌آباد بیاید و از بند نسوان می‌خواهد بازدید کند. هر کس سؤالی و یا خواسته‌ای دارد مکتوب کند و زمانی که آقای رئیسی آمد نامش را بدهد. همه نامه نوشتن و آماده کردند. حاج خانم روز سوم بود که گفت سپهری تو را ندیدم که نامه‌ای بنویسی. آیا خواسته‌ای نداری؟ گفتم چرا دارم. گفت پس چرا نمی نویسی؟ گفتم من می خواهم خواستم را شفاهی از آقای رئیسی بخواهم. گفت می شود بگویی چه خواسته ای داری؟ گفتم آره، اگر آقای رئیسی آمد می خواهم بگویم لطفاً دستور بدیم برای من یک دیش ماهواره بیاورن، چون اخبار را می خواهم از آنتن بشنوم و اونو بیشتر قبول دارم. من از صدا و سیمای جمهوری اسلامی دوست ندارم اخبار رو بشنوم، من میخوام از آنتن بشنوم. و زمانی که من با حاج خانم داشتم صحبت میکردم، بقیه افرادی که در بند پنج بودن کاملا گوش میکردن و وقتی من خواستم را گفتم، همه و به خصوص حاج خانم خیلی خندیدند و چند روزی همه منتظر آمدن آقای رئیسی بودند و دائما میگفتن خدا کند بیاید که دستور بدهد برای سپهری دیش ماهواره بیاورن. و بعد از یک هفته انتظار آقای رئیسی تشریف نیاوردن و تمام افراد بندها نامه نوشته شده هاشون رو به داخل سطل آشغال انداختن و تقاضای من هم تحقق پیدا نکرد. فاطمه سپهری، مشهد، 29/4/99. خاطرات یک زندانی از بازداشت تا اخراج از زندان، قسمت 26. روز سوم اسفند بعد از ظهر بود که مأمور آمد به بند 5 دنبالم که بیا به اتاق خانم رامینفر. وقتی که رفتم دیدم خانم رامینفر جلوی دفترش ایستاده و آقای رنگساز رئیس حراست زندان و آقای طباطبایی معاون دادستان هم هستند. من که رسیدم بعد از سلام و احوال پرسی خانم رامینفر گفت بریم طبقه بالا. هر 4 نفر رفتیم طبقه بالا. از نگهبانی خواست که اتاق خانم چیتگر را که قفل بود باز کنند. خانم چیتگر مدیر داخلی زندان بود و اون ساعت اتاقش قفل بود. درب که باز شد آقای رنگساز و آقای طباطبایی داخل رفتن و بعد خانم رامینفر خواست که من هم بروم، ولی خودش نیامد. رفتم داخل نشستیم. آقای رنگساز گفت ما داریم از پیش برادرت میاییم، به شما سلام رسون. که من جواب دادم خیلی ممنون. بعد آقای طباطبایی شروع کرد به صحبت کردن که ما آمدیم اگر حرفی برای گفتن داری میشنویم. من شروع کردم به صحبت کردن که شما قبل از 29 دی آمدین زندان و من رو خواستین. گفتم تا کنون چند برگه اخطار و ابلاغ به دستم رسیده که من رو متهم به چیزهایی کردن که من مرتکب نشدم و اون اتهامات را به شما گفتم، ولی روز 29 دی برای همون اتهامات مرا محاکمه کردن که خودتان هم اون روز حضور داشتین و من اونجا فامیل شما را فهمیدم که شما سید هستین و طباطبایی نامتون هست و در اختیار ابلاغ ها 3 مورد متهم شده بودم، ولی روز دادگاه دیدم که وکیلم آقای آقاسی 6 مورد را از پرونده روی برگه ای نوشته بود که 5 مورد آن را هرگز انجام نداده بودم و تنها موردی که قبول کردم مصاحبه با خانم مسیح علی نژاد بود که اون هم جرم نبود، چون من در اون مصاحبه شرح حال خودم را
و ظلم هایی که بنیاد شهید بعد از شهادت همسرم انجام داده بود را گفتم و نه به کسی توهین کردم و نه تهمتی به کسی زدم و اون 5 مورد دیگر را که اصلا قبول ندارم، ولی برای تهمت هایی که به من زدین مرا به 6 سال زندان محکوم کردین و در 12 بهمن که مرا به دادگاه بردین و به من ابلاغ کردین، به خدا و جدت پناه بردم و شکایت این ظلم را به خدا و پیامبر کردم. بعد آقای طباطبایی گفت هنوز هم بیانیه میدی؟ گفتم آره، من در زندان زنان تنها هستم، لذا از برادرم خواستم که اگر بیانیه‌ای تنظیم کردم حتما اسم مرا هم قید کنن. بعد گفت هنوز روی موضع خودت هستی؟ گفتم 100%، چون از روزی که زندان آمدم اطلاعات رفتم 45 روز، بازجویی شدم، برای بازپرسی چند مرتبه از اطلاعات و زندان به دادگاه انقلاب مرا بردن، شعبه 903 بازپرسی آقای سلیمانی، و این تهمت ها را به من نسبت دادین و بر اساس همان دروغ ها و تهمت ها 6 سال زندان، به این نتیجه رسیدم که این رژیم نه انسانی و نه اسلامی رفتار می کند و تا زنده باشم فریاد خواهم زد، چه زندان وکیل‌آباد باشم چه در منزلم. اسفند ماه بود که یک روز به برادرم حسین که زنگ زدم، جواب که داد دیدم داره گریه میکنه. گفتم محمد را به بند 5 منتقل کردند و آنجا عده‌ای از زندانیان با او درگیر شدند و او را کتک زدند و در اونجا بیمار شده که میگن احتمالاً کرونا گرفته. از بعد از 22 بهمن و انتخابات که 2 اسفند برگزار شد، روز 3 اسفند بود که اخبار قضیه کرونا را مطرح کرد و بعد نگهبانی تمام ملاقات های زندانیان را لغو کرد، هم ملاقات های بیرون زندان و هم ملاقات بند به بند را. و برای این موضوع مدتی بود که برادرم محمد حسین سپهری را ملاقات نکرده بودم. از برادرم حسین که شنیدم محمد بیمار شده، سوال کردم چرا او را به بند قاتلا و قاچاقچیا بردن؟ گفت چند روز پیش محمد و آقای دکتر جعفری و آقای مرتضوی را حراست خواسته و اونجا با آقای مرتضوی درگیر شدن و بعد از کتککاری و توهین به آقای مرتضوی که تو چلق هستی و تو اینهای دیگر، بعد صورت جلسه کردن که آره، محمد حسین سپهری هم فحاشی کرده و بعد محمد را به بند 5 بردن. ولی قبل از اینکه محمد به بند برود، حفاظتی ها به بند خبر دادن که فردی را داریم به بند می آوریم که جرمش آدم ربایی و کودک آزاری می باشد و زمانی که محمد به بند 5 میره با او درگیر شدن و کتک خورده. این را که شنیدم بی اختیار فریاد کردم که چرا برادرم را به بند قاتلا و آدم کشا فرستادیم و بعد بیهوش شدم که مأمورین میان و مرا با پتو به طبقه 2 به بهداری میبرن توسط زندانیان اونجا. بعد از این که به هوش آمدم گفتم تا برادرم را نبینم چیزی نمیخورم. این موضوع 3 روز طول کشید و روز 3 مرا به اتاق خانم رامینفر بردن و تماس گرفتن و اجازه دادن 30 ثانیه صدای برادرم را بشنوم. بعد از 3 روز اعتصابم را شکستم و این موضوع تمام شد. در این مدت فقط روی تختم خوابیده بودم و نه حرفی می زدم و نه چیزی می خوردم، حتی داروهایم را نخوردم. این قضیه که تمام شد، از اون روز به بعد هر وقت که می خواستم تلفن بزنم، به محض اینکه کارتم را بر می داشتم که برم، حاج خانم می گفت سپهری لطفاً دیگه داد نزنی، چون اون روز ما را خیلی ترساندی و این دلیل نمی شود که اگر خبر بدی شنیدی ما را هم ناراحت کنی، و هر دفعه این را تکرار می کرد. حاج خانم خیلی آدم خوبی بود، ولی خیلی هم آدم بی انصافی بود. یعنی وقتی میخواست یکی رو ناراحت کنه، بدون رودرواسی و بدون هیچ ملاحظه‌ای
طرف رو لگد مال میکرد، هر جور دوست داشت، ولی خوب گذشت. فاطمه سپهری، مشهد، 30 تیر 99.